اجازه بدید به مجلس عوام بریتانیا بریم و صحبت‌های او رو بشنویم. پارلمان دو کشور بودم اینجا و از ایران ملاقات بازدید کردم. آخرین باری که از ایران دیدار کردم به اتفاق رئیس اپوزیسیون که اینجا هستن رفتیم اونجا. جای خیلی خوبی هست با مردم بسیار خوب و اهمیت زیادی و احترام زیادی برای فرهنگ و تاریخش قائل هستیم. اما در دوران اخیر ایران احساس کرده که منافعش در این هست که از گروه‌های نیابتی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی استفاده کنه. حمایت عملی کرده از رژیم قاتل اسد در سوریه، در جنگ یمن داخل شده، از نیروهای شبه نظامی در عراق حمایت کرده، در راه‌های آبی بین‌المللی از جمله تنگه هرمز کشتیرانی رو مختل کرده. همچنین شهروندان ایرانی دو تابعیتی رو در زندان با دلایل واهی حبس کرده و اونها را از همراهی و بودن با خانواده خودشون محروم کرده. چنین اقداماتی کمکی به آبروی ایران در سطح جهانی نمی‌کنه و یک تأثیر بی‌ثبات کننده در منطقه داشته. آقای رئیس، یکی از بزرگترین و مهمترین معماران سیاست‌های شرورانه ایران در این زمینه نیروی قدس بوده و فرماندهان او یکی از اونها جنرال قاسم سلیمانی بوده که در روز دوم ژانویه در یک حمله پهپادی آمریکا کشته شد. آقای رئیس، جنرال سلیمانی نه دوست بریتانیا بود و نه دوست هیچ کدوم از متحدان ما در منطقه. او یکی از حامیان صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی در منطقه نبود. او در مناطق مختلف منطقه نیروهای نیابتی را تشویق کرد تا از سلاح‌ها از جمله وسایل منفجره استفاده کنند و سربازان بریتانیایی رو و از جمله دیگر سربازان متحدان ما رو کشتند. همچنین در مناطق دیگر مثل بصره که نیروهای بریتانیایی مستقر هستند، فعالیت‌های شرورانه اونها رو شاهد بودیم. دولت بریتانیا مطلع شده که جنرال سلیمانی و نیروهای او با توجه به با کمک نیروی نیابتی کتائب حزب الله حملاتی رو علیه یکی از پایگاه‌هایی که در اون نیروهای آمریکایی مستقر بودند انجام دادند و آمریکایی‌ها اطمینان دارند که او در حال برنامه‌ریزی برای حملات دیگری علیه نیروهای آمریکایی و متحدانش بوده. بریتانیا همواره طرفدار کشورهایی است که از خودشون دفاع میکنن و از حق دفاع کشورها دفاع میکنه. در ماه‌های اخیر منطقه مرکزی بغداد که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و دیگران مستقر هستند حدود 14 بار تحت حمله قرار گرفتند. چالشی که الان پیش روی ما هست اینه که با این بحران مقابله کنیم. ایالات متحده بارها خویشتنداری درباره حملات ایران از خودش نشون داده. حتی وقتی که حق او برای دفاع از خود کاملا مسجل و قابل قبول بود. طبیعتاً ادامه درگیری‌ها به نفع هیچ کسی نیست. این فقط به کمک تروریست‌ها و افراطگرها خواهد بود که از آشوب حاصله استفاده خواهند کرد تا به اهداف خودشون نزدیک‌تر بشن. بنابراین ما از همه طرف‌ها خواهش می‌کنیم که تقاضا می‌کنیم که تا حد امکان تنش‌ها رو کاهش بدن. همزمان امنیت و سلامت شهروندان بریتانیا در منطقه از مهمترین موضوعات برای ماست. وزارت خارجه بریتانیا در این رابطه به شهروندان بریتانیایی برای هشدار به ایران و منطقه صادر کرده. ما از شهروندانی که به این کشور سفر می‌کنند و به این منطقه سفر می‌کنند خواهش می‌کنیم که به طور پیوسته با اطلاعات بروز شده وزارت خارجه در ارتباط باشند. همچنین وزارت ترابری ما در حال بررسی تهدیدهای ممکن هست برای تجدید نظر احتمالی در حرکت‌ها و نقل و انتقالات مربوط. همزمان از نظر دفاعی نیروهای ما از جمله هلیکوپترها و کشتی‌های ما در وضعیت آماده باش خواهند بود تا در صورت نیاز از اونها استفاده بشه. برای کسب اطمینان، برای حصول اطمینان از امنیت نیروهای ما تمام پرسنل غیر اساسی رو از بغداد خارج خواهیم کرد. نیروهای ائتلاف در عراق از جمله نیروهای بریتانیایی تمام ماموریت‌های آموزشی خودشون رو فعلا معلق کردند.
آقای رئیس، روز 5 ژانویه مجلس نمایندگان عراق رأی به پایان فعالیت‌های ائتلاف ضد داعش در عراق داد. از اونجایی که این رأی تنها بخشی از این پروسه محسوب میشه، ما در حال بررسی پیامدهای این رأی با همتایان عراقی خودمون هستیم. و امروز میخوام به مجلس بریتانیا یادآوری کنم که درخواست مجلس و درخواست دولت عراق برای حمایت از اونها در مواجهه با حمله داعش همچنان برقرار هست و حرکات ایران تزلزلی به این اراده ما برای حمایت از اونها وارد نخواهد کرد. آقای رئیس، تمرکز اصلی دولت بریتانیا کاهش تنش هست. هیچ کدوم از ما خواستار درگیری نیستیم. هیچ کدوم از ما نمیخواد که شهروندان ما، دوستان ما و متحدان ما در خطر قرار بگیرن. آقای نخست وزیر از همون ابتدا با پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت مکرون، صدر اعظم مرکل صحبت کرد تا بتونیم که خطرات رو به حداقل برسونیم. همین امروز من با عالی جناب وزیر دفاع سعودی ملاقات کردم تا در این باره صحبت کنیم و درباره ادامه روند برجام که به اعتقاد ما یک ابزار حیاتی برای حفظ ثبات هست در این باره هم صحبت کردیم و می‌خوایم همزمان ایران رو تشویق کنیم که مسیر متفاوتی رو اتخاذ کنه. هیچ کس نباید خودش رو فریب بده که بعد از مرگ جنرال سلیمانی اگر ایران بخواد حملات خودش رو تشدید کنه، چه حالا بخواد مخالفان خودش اپوزیسیون رو در اروپا تحت هدف قرار بده یا حرکت‌های دیگری در ارتباط با کشتیرانی انجام بده، هیچ کدوم این حرکت‌های احتمالی بی پاسخ نخواهند موند. آقای جرمی کوربن، متشکرم آقای رئیس و از وزیر دفاع هم برای سخنانشون تشکر میکنم. آیا ممکنه که شما به ما بگید که نخست وزیر الان کجاست و داره چی کار میکنه که اینقدر مهمتر هست از صحبت کردن با پارلمان درباره کشتن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی؟ یک حرکت بسیار تهاجمی و خطرناک که ما رو در آستانه جنگ در خاورمیانه قرار میده. من پیشتر نامه‌ای به نخست وزیر فرستادم و سوال‌هایی در اون از او پرسیدم. او به هیچ کدوم از این سوال‌ها پاسخ نداده و در عوض امروز داره پشت وزیر دفاعش قایم میشه. آیا این درست نیست و حقیقت نداره که آیا او جرأت نمی‌کنه که پرزیدنت ترامپ رو به چالش بکشه برای اینکه میخواد که احتمال توافق تجاری با آمریکا به خطر نیفته؟ ما در این شرایط آیا درست نیست که داریم دولت رو میبینیم که حتی تا حدی داره ابراز همدردی و سمپاتی میکنه برای این حرکت بسیار بسیار غیرقانونی، چون واقعا مصمم هستند که پرزیدنت ترامپ رو از خودشون خرسند نگه دارند؟ این حرکت نیروهای بریتانیایی نظامی و غیر نظامی از جمله مردم و همچنین مردم منطقه رو در خطر قرار میده. همونطور که آقای وزیر دفاع میتونن با من موافق باشن و تایید کنن، من بارها منتقد حرکات جمهوری اسلامی ایران بودم، از جمله زمانی که من و او از ایران بازدید کردیم در سال 2014. اینجا بحث حرکات سلیمانی یا کارنامه سلیمانی در منطقه نیست. حرکات او و کارنامه او هرچه باشه، به عنوان یک مقام رسمی یک کشور ما نمیتونیم بریم این ور اونور در جهان و رهبران خارجی رو بکشیم. این غیر از اینکه یک حرکت پیامدهای تهدیدآمیز داشته باشه، یک حرکت غیرقانونی است. اگر این تحت آیا این تحت قوانین بین‌المللی غیرقانونی نیست و اگر نیست چطور نیست؟ اگر واقعا وزیر دفاع ما معتقد که این یک دفاع از خود بوده، چه شواهد و مدارکی در اختیار داریم نخست وزیر ما دیده که یک حمله قریب الوقوع علیه آمریکا در حال برنامه‌ریزی بوده؟ اونها میگن که خیلی اطمینان دارن، آمریکایی‌ها میگن که خیلی اطمینان دارن، ولی ما شنیدیم که این شواهد و مدارک خیلی متقن نبودن. نظر وزیر دفاع در این باره چیه؟ همچنین شنیدیم که حملاتی که ممکن علیه ایران انجام بشه ممکن غیر متناسب باشه و مقام‌های دولت ما هم این رو تقویه کردند.
روز یکشنبه وزیر خارجه ما گفت که کاملا وظیفه ایران هست که تنش‌ها رو کاهش بده. سوال من اینه، اگر دولت ایران یک جنرال آمریکایی رو کشته بود، دولت بریتانیا کجا می ایستاد؟ آیا اون وقت میگفتش که کاملا وظیفه آمریکاست که تنش‌ها رو کم کنه؟ آقای رئیس، در حالی که ما نزدیک میشیم به یک درگیری بیشتر بین آمریکا، درگیری مستقیم بین آمریکا و ایران، باید فکر کنیم که برای عراق چه اتفاق خواهد افتاد، کشوری که در آستانه خشونت‌های شدید و بی‌ثباتی هست. پرزیدنت ترامپ عراق رو تهدید کرده به تحریم‌هایی که هرگز ندیدن، درست بعد از اینکه پارلمان منتخب عراق خواست از آمریکا و دیگر نیروهای خارجی که این کشور را ترک کنند، و پرزیدنت ترامپ گفتش که کاملا از عراق خارج نخواهد شد مگر اینکه هزینه مالی عملیات آمریکا رو که در از زمان صدام حسین در واقع با آمریکا تعمیل شد بپردازه. و وقتی که بالاخره آقای نخست وزیر از سفر خودش برگشت و آشکار شد، گفت که به تمامیت ارضی عراق و حق حاکمیت عراق احترام میگذاره. آیا دولت بریتانیا به حق حاکمیت عراق احترام خواهد گذاشت و تقاضای پارلمان عراق برای خروج رو احترام خواهد گذاشت بهش؟ آقای رئیس، ما میدونیم که پرزیدنت ترامپ و دولت او با آمریکا، با بریتانیا مشورت نکردن قبل از عملیات کشتن سلیمانی، با وجود ادعاهایی که داشتن درباره منافع مشترک. آیا این حرکت چه پیامدهایی خواهد داشت برای شهروندان دو تابعیتی که الان در ایران زندانی هستند؟ این ممکنه که بسیار بسیار مخرب و نگران کننده باشه. همه طرف ها باید حداکثر خویشتنداری را از خودشون نشون بدن و به گفتگوی معنادار به رهبری دبیرکل سازمان ملل اهمیت بدن. بنابراین آیا دولت بریتانیا در تماس است با دبیرکل سازمان ملل؟ فراموش نکنیم که یک برنامه دیپلماتیک بر سر کار بود، توافق هسته‌ای با ایران که داشت جواب میداد، داشت کار میکرد، تا اینکه پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور شد و آمریکا را از اون بیرون کشید. آقای رئیس، بارها و بارها دولت‌ها و نیروهای نظامی تصمیمات اشتباه گرفتن درباره خاورمیانه، از جمله حمله به عراق چندین سال پیش و بعد حمله به افغانستان. من در سال 2011 باز در این باره مخالفت خودم را ابراز کردم. آیا ما درس خودمون از تاریخ نگرفتیم؟ این یک بار دیگر یک خطر دیگری بر سر ما سنگینی میکنه. متشکرم آقای رئیس، و من متوجه شدم که رهبر اپوزیسیون بعضی از سوالهای خودشون رو متوجه نخست وزیر کردن. ایشون سه سوال از نخست وزیر کردن ظاهرن، ولی هیچ کدوم از اونها به من ارائه نشده. من باید بگم که جای تأسفه که به جای اینکه سوالهایی درباره کاهش تنش در این شرایط خاص در خاورمیانه دریافت کنیم، چطور امنیت شهروندان بریتانیا و متحدانش رو تضمین کنیم، ما باز شاهد همین شعارهای همیشگی هستیم که این تقصیر ترامپ هست و بحثهای آنتی آمریکایی و آنتی امپریالیستی و امثال اون. رهبر اپوزیسیون گفت نخست وزیر کجاست؟ نخست وزیر مشغول اداره کشور، آقای رئیس، کاری که رهبر اپوزیسیون هرگز موفق نشده که انجام بده. این نخست وزیر به یک دولت کابینه معتقده و بنابراین اگر یک عضو کابینه مسئول یک مسئله هست، میتونه بیاد در مجلس و در این باره سوال پاسخ بده. و در واقع همونطور که من به عنوان یک وزیر دفاع، طبیعتاً به عنوان وزارتخانه ای که منابع و نیروهای زیادی در این منطقه داره و وظیفه دفاع از کشور رو بر عهده داره، آقای نخست وزیر صلاح دیدن که مناسبه که من بیام اینجا و به این سوال ها پاسخ بدم. فکر میکنم به بعضی از سوال ها میتونیم بپرسیم، پاسخ بدیم سوال های رهبر اپوزیسیون. قبل از هر چیز وظیفه ایالات متحده است که پاسخ بده که آیا اطلاعاتی که منجر به این عملیات شد قانونی بود یا قانونی نبود. عملیات قانونی بود بر مبنای اون اطلاعات. اما چیزی که من میتونم بگم که این خیلی روشنه که یک استدلالی برای دفاع از خود میشه مطرح کرد در قبال این شهروندی که اومده بود از ایران به عراق تا حملات رو علیه آمریکایی‌ها ترتیب بده.
اما اینکه ایشون میگن که اگر که باید داشته باشیم که وقتی که برنامه ریزی شده بود برای قتل شهروندان بریتانیایی به عنوان مثال در مورد البغدادی، آیا باید یادآوری کنم که ایشون پیشنهاد کرده بودن که به جای اینکه بغدادی رو بکشیم دستگیرش کنیم؟ یادتون هست؟ نه فقط در سازمان ملل، بلکه تمام اهرم‌های لازم رو که داریم در منطقه ازش استفاده خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که ایران انتقام نخواهد گرفت به هیچ نحوی که منجر به افزایش تنش‌ها بشه و در واقع از طرف دیگر دوستان و متحدان ما هم تنش‌ها رو افزایش نخواهند داد. چیزی که این دولت داره دنبال می‌کنه اینه که ما اهمیت رو تأکید رو بگذاریم روی امنیت شهروندانمون و مردم منطقمون و راهی رو برای گفتگو بین ایران و دیگر همسایگانش فراهم کنیم. اولین کار برای این روی کرد اینه که اطمینان حاصل کنیم که حرکت هایی که تنش رو زیاد می کنن در این منطقه متوقف بشن.